کجاست؟ از کجا میاد؟ اعتماد به نفس نداشتن؟ خب بله. اولا که همه ماها هم اعتماد به نفس داریم هم اعتماد به نفس نداریم. خب این مسئله بله. نسبیه. خب در بستگی به تربیت داره، بستگی به خیلی از عواملی رو داره که فرض کنید که انقدر که سرکوب بشه، یه فردی که هی یه کاری رو خواسته بکنه سرکوب بشه. به هر حال این اعتماد به نفس ماها میتونیم با یک سری تکنیک های اینو قوی کنیم. یکی از تکنیک هم همینه که طرف بیاد هویت خودش رو بگه، واقعی باشه، من اینم، اسمم اینه، عکسم اینه، فلان، و بعد بیاد از همین امکاناتی مثل اینستاگرام و اینا استفاده بکنه و خودش رو پرزنت کنه هر جور که هست، هر جور که گرایشی داره، هر مسئله‌ای که داره. به هر حال ماها با مخفی کردن اون چیزی که خودمون هستیم به جایی نخواهیم رسید. فقط خودمون رو اولا باید خودمون رو بپذیریم. وقتی خودت رو پذیرفتی نفر دومی میاد. پس بعد از این که اومدی خودت رو پرزنت کردی اعتماد به نفست میره بالا. بعد خب خودمون رو تلاش بکنیم که کسانی که میان هر جوری که هستن. الان مثلا فرض کن توی نوعی یه جور لباس پوشیدن داری. ما اگر همینو تو ذهن خودمون داشته باشیم و بگیم هر فردی حق اینو داره که چه جوری لباس بپوشه، چه جوری گرایش داشته باشه، چه جوری نمیدونم بر برنامه سکس کنه، چه جوری هر مسئله‌ای که داره، اینو که ما با آگاهی رسانی، با آگاهی دادن و اینکه افراد رو مطرح و خودمون هم همونطور که هستیم، الان چقدر آدم ها تغییر کردن، چقدر آدم ها اعتماد به نفسشون بالا رفته با همین امکانات چه سوشیال میدیاست دیگه. پس شما نظرتون اینه که پس هر کسی خودش رو بپذیره همینطوری که هست، درسته؟ بعد به خاطر بعد این اعتماد به نفس، یعنی اعتماد به نفس بعد مثلا باشه این دایره رو وسیع تر کنه. وقتی که تو خودت رو پذیرفتی، اول اینکه من اول که بگم نه این کاری که میکنم زشته، با این مثلا فرض کنیم من یه بیماری دارم، یه بیماری پوستی دارم، من یه دونه نمیدونم یه عمل جراحی کردم، یه بیماری خونی دارم، خب دارم دیگه، این به من تعلق داره. حالا برم بالا بیام پایین به من تعلق داره. یکی نمیخواد منو دوست داشته باشه با همین مسئله، قبولم نداره، خب نباشه. ما باید اینو بپذیریم که خب همونطوری که اون فرد مثلا فرض به من اون منو نقص میدونه دیگه، من خودم اینو به عنوان یک چیزی از پروسه زندگی خودم میدونم. آیا به خاطر اینکه حالا این بیماری رو دارم باید خودم رو گوشه گیر بکنم، گوشه نشین باشم؟ وقتی خودت رو پذیرفتی، حالا اینکه ای وای من دماغم اینجوریه، ای وای پوستم اینجوریه، ای وای نمیدونم پول ندارم، ای وای بیه بیماری دارم، ای وای نمیدونم اما اقسام چیز، من باکره نیستم مثلا. خب باکره نیستی که نیستی دیگه، خب چیکار کنم؟ من نیستم، هر کسی منو دوست نداره نیاد پیش من، بای بای. به همین راحتی. بعد زیبا جان، مثلا من در دنیای مجازی مثلا الان خیلی راحت میتونم صحبت کنم، من به عنوان یک سکس ورکر، یعنی یک کسی که کارم از سکس هست، خیلی راحت میام تو مجازی میگم که من این کارو میکنم، مثلا مشتری میگیرم اینا. ولی وقتی مثلا تو یک محیط شلوغ، باشگاه، یه مهمونی میرم و این اصلا دیگه یه آدم دیگه میشم، اصلا خجالت میکشم و نمیتونم خودم رو گوشه گیر میشم و خجالت میکنم از چیزی که هستم. به نظرتون من چیکار کنم؟ خب شما باید یواش یواش دایره ارتباط های واقعیتون رو بیشتر بکنید. شما الان یه دونه یه فیلم با مزه رو نشون میدادن، دوتا سگی بود داشتن به هم دیگه پارس میکردن، این دوتا پشت یه شیشه بود، پشت شیشه بود، این اون به اون پارس میکرد، اینم به این پارس میکرد. شیشه رو که برداشتن این پارس نتونستن بکنن، یعنی طرف، یعنی این از اون ترسید اون از این ترسید. خب ما این دنیای مجازی الان، حتی برای خود منم، من الان خیلی کارهایی که الان پشت اینجا دارم حرف میزنم شاید تو محیط واقعی نتونم حرف بزنم، احساس بکنم که
مثلا اونجا برای من، چون به هر حال دنیای واقعی، البته اینم واقعی هست ولی نیمه واقعی، شما یه فرد واقعی هستی، منم یه فرد واقعی هستم، ولی ماها الان از طریق تصویر داریم ارتباط برقرار میکنیم یا از طریق صوت داریم ارتباط برقرار میکنیم، و ولی هنوز اون به طور کامل این دنیا دنیای واقعی نیست که مثلا فرض کنید که من تو رو لمست بکنم، من احساس بکنم میتونم با تو نزدیک برخورد کنم، یا حتی مثلا میتونم تو رو نمیدونم به تو رو بزنم یا تو رو ببوسم یا هر چیزی. به هر حال اینها ترس ایجاد میکنه. برای اینکه این ترس از بین بره، ما الان خیلی کسا هستن که الان نمیتونن تصویری بیان لایف بذارن، طرف میاد پشت چیز صوتی لایف میذاره، خب اون فرد اعتماد به نفسش پایینه، باید بیاد تصویری هم بکنه این کار رو. اون کسی که تصویری رو داره صوتی هم داره، یه سری کسا حتی صوتی هم نمیتونه انجام بده، یه سری کسا حتی لایک، یه دونه کامنت لایک نمیتونه بکنه، یه کام میگه من اگه کامنت، کسایی رو دارم که تو پیج خودم میگن اگر ما کامنت بذارم، من کامنت بذارم میان سراغ من، من کامنت نمیذارم، حتی نمیتونه یه کسی رو فالو کنه. من اون کسایی که میان پیج منو نگاه میکنن، مثلا اون پشت نگاه میکنم نزدیک 1,000,000، ولی اون چیزی که من دارم چیه که مثلا ظاهرا 140,000 143,400 نفره. خب این نشون میده که خیلی کسا هنوز اون اعتماد به نفس رو ندارم. برای تو نوعی ما بایستی اول موقعیت خودمون رو بشناسیم، تویی که الان میتونی توی راحت بیای حرف بزنی، راحت بیای برقصی، راحت بیای، حالا باید دنیای واقعی تو بیشتر کنی، مثلا فرض کن دور همی های خودت بیشتر کنی، دور همی اولم از یه نفر، دو نفر، سه نفر شروع کنی، از همسایتون، از محیطی که هستی، از نمیدونم باشگاهی که میری، از یکی خوشت اومده بهش بگو که من شما رو دعوت میکنم به یه کافه، من شما رو دعوت میکنم امروز بیای خونه من، من شما رو دعوت میکنم با هم دیگه قدم بزنیم. بعد این یه نفر رو میکنی دو نفر، دو نفر، بعد مجامعی که بچه هایی که تو رو دعوت میکنم بپذیر، دعوت میکنم بپذیر، مرحله اول حرفم نزدی بشین، حضورت رو داشته باش، حرفم نزدی حضور داشته باش، این حضور باعث میشه که تو کم کم آشنا بشی، یه دفعه مثلا به یکی نزدیک میشی و این پروسه همینطور میره جلو، اعتماد به نفست قوی تر میشه. من منظورم این بود که مثلا وقتی که ما وارد یه جمعی میشیم، وقتی که صحبت میکنیم، خب دو نفر میخوان آشنا بشن و وقتی که مثلا داریم صحبت میکنیم از من میپرسن خب تو اهل کجایی، چند سالته، کارت چیه. من توی گفتم توی مجلسه اینو خیلی راحت میگم که مثلا من دارم بیزنس میکنم، سکس ورکرم، ولی روبروی طرف من نمیتونم بگم من مثلا سکس ورکرم، من بیزنس میکنم. من به خاطر از ترس این که به اون نگم من سکس ورکرم کار میکنم، نمیرم تو مهمونی یکی میخواد با من صحبت کنه، من یعنی نمیخوام، یعنی ادامه نمیدم، میرم. ببین تویی که الان من همین جایی که الان هستم، ممکن الان خیلی کسا ندونم من پیج منو، ولی بالاخره از همین شهر خودمون امروز دو نفر اومده بودن، از همین شهر خود، همین جایی که هامبورگ من زندگی میکنم، من امروز پیج منو نگاه کنین، دور همی داشتم 4 نفر بودیم. خب اینا از کجا آمدن؟ از همین پیجا میان دیگه، از همین وقتی که تو اینجا حرف میزنی شهر خودت رو بگو، بعد که اسم خود، موقعیت خودت هم که میگه، خب فردا یه نفر میگه من آریم میخوام بیام تو رو ببینم. خب سیکس ورکر بالاخره تا کی میخوای مخفی کنی؟ مخفی که نمیتونی بشی که، الان دیگه همه میدونن دیگه، تو همون شهری هم که هستی بالاخره یه سنه کسی آدم ها تو رو میشناسن. پس تو نمیشه شطور سواری دولا دولا نمیشه، وقتی سیکس ورکر هستی باید بتونی، خیلی کسا میرن تو تلویزیون حرف میزنن میگه آقا جون من کارم اینه، تو خیابون هم که میبینی خب طرف مثلا میگه این همون کسی، کم کم عادی میشه دیگه. الان مقایسه کنی با 10 سال پیش خیلی فرق کرده، کسی مگه میتونست به راحتی حتی توی اینترنت توی نمیدونم چیا بیاد بگه من سیکس ورکرم؟
پس نظرتون اینه که اگه توی حضوری هم از من پرسیدن، من همجوری الان که تو مجازی میام میگم، اونجا بگم بله من سکس ورکرم، درسته؟ آره بگو، اگه نتونستی بگی خب از یه نفر بله. شروع کن، از یه نفر توی جمع میترسی بگی خب از یه نفر شروع کن، از دو نفر شروع کن، بالاخره یا هستی یا نیستی دیگه. من الان یکی به من میگه کارت چیه، میگم آقا جان من نقاشم، من نمیدونم فرض کن پزشکم، من نمیدونم مهندسم، من سکس ورکر هستم، من اونم یه ورکه دیگه، یه کار دیگه، سکس ورک هم ورک. خیلی خوب، پس این مسئله رو خودت، همون بحث میاد برمیگرده به سوال اول، اول باید خودت خودتو بپذیری. آقا من اینم، طرف ممکنه بگه آه این چه پسریه فلان کونی بهمانه نمیدونم چه، آقا شما نیان سراغ من دیگه. الان دیگه بله تو همین جام الان خیلی کسایی هستن که الان علنی میرن این کار انجام میدن، میگن طرف حتی تو خیابون میبینی دو تا پسر هم دیگه رو میبوسن، دو تا دختر هم دیگه رو میبوسن. درسته. زیبا جان به نظر شما آیا خودارضایی برای درمان افسردگی خوبه؟ ببین من نمیتونم بگم که فرض کن یه که بگه افسردم بهش بگم برو خود ارضایی کن، دو تا شی دو تا مقوله دیگه است. خب ولی کسی که خود افسرده است میگه که مثلا من گرای حس خود ارضایی هم به من دست میده، میگم بکن خودتو سرکوب نکن. کسی که خود ارضایی یکی از مرا این برخلاف اون چیزی که خیلی ها میگن نمیدونم گناه داره حرامه نمیدونم چشم اینجوری میکنه فلان میکنه، کسی نیستش که خود ارضایی نکنه، کسی نیستش که خود ارضایی نکرده باشه. خب ولی این چیزی که تو جامعه ما قپی که هست باید شکسته بشه. آه خود ارضایی یک مرحله ای از ارضا کردن خود هست، یک مرحله از شناخت خوده. یه بچه کوچیک مثلا فرض کن که میره خودش رو نگاه میکنه میگه ببینم مثلا کسم چه شکلیه، اون یک نمیدونم کیرم چه شکلیه، حالا کوچولو حالا دیگه حالا این چیز میخواد خودشو بشناسه، حالا دست میزنه. اگه وهله اول مادر و پدر ای زشته ای به این کارو نکن این کارو نکنه، اون براش عادی میشه دیگه. ما به عنوان یک فردی که هستیم، کسی که افسرده هست الان میگه من افسردم چه کار بکنم، من بهش نمیگم که برو خود ارضایی کن، که میگم اگر خود اگر میگه خود ارضایی دارم میکنم، میگم بکن نوش جانت بکن، اون تو از وسایلی استفاده کن که از وسایلی استفاده کن که بهداشتی باشه، طرف مثل اون موردی نباشه که مثلا فرض کن ماها تو ایران داشتیم نمیدونم طرف هویجو کرده تو خودش نمیدونم هویجه گیر کرده یا نمیدونم فلان شده بهمان شده، یه لوازم که الان دیلدو هستش، لوازم بهداشتی هست، شکی میخوای از دیلدو استفاده کنی راحت این کارا رو بکن، بعدش هم هیچ شرمی هم نداره هیچ اشکالی هم نداره. ببخشید من سوالم رو کنم اشتباه پرسیدم، گفتم من گفتم آیا به نظر شما خودارضایی راه خوبیه برای فراموش کردن افسردگی؟ مثلا من الان افسردم، مثلا روزی دو سه بار خودارضایی کنم که اصلا افسردگیمو فراموش کنم، منظورم این؟ نه من این توصیه رو به کسی نمی کنم که آقا جون چون تو افسردهی برو خودارضایی کن. مگه خودارضایی مثلا همین الان تو بگو من بلندشم برم خودارضایی کنم، نمیشه. خودارضایی حسه، یه موقع میاد یه موقعی نمیاد اصلا، مثلا یه دفعه میبینی ماهی یه بارم یه همچین حسی برای کسی نیومده، اما یه روز ممکنه سه بار بیاد، حالا این حس اومد خب باشه بکن اشکال نداره. درسته. و سوال بعدی من اینه که چرا اغلب مردها بعد اینکه اولین سکس رو دارن، با اینکه مثلا سکس خیلی خوبی هم مثلا ارائه دادیم بهشون، یعنی خیلی سکس خوبی هم داشتیم، ولت میکنن میرن، چرا؟ خب به خاطر اینکه اون طرف فقط با تو ارتباط عشقی و عاطفی برقرار نکرده که اومده، مثلا من خیلی کسرم اینجا میشناسم که وقتی با یه فاحشه ارتباط برقرار میکنن نمیخوان که دوباره برن سراغش. خب مگر اینکه یکی باشه مثلا فرض کن تو یه جایی هست مثلا یه زنی که باهاش این ارتباط رو برقرار کرد، میرن دنبال یه زنه. اولا اینکه سکس اعتیاد سکس اکس طرف خیلی ها دنبال این میاد که مثلا احساس میکنه که من میتونم با این سکس تنوع ارضا کنم خودم رو، در حالی که این مثل یه نوع اعتیاد سکس. اگر ما طرف هم هی این کارو بکنه آخر سرم به زود انزالی
و متوسل میشه به انواع شیوه های مختلفی که بخواد خودش ارضا کنه. حالا در مورد تویی که تو داری اینو میگی، این فردی که میاد تو رو ول میکنه به خاطر اینکه باهاش ارتباط عشقی و عاطفی نکرد، فقط گفتی بیا منو بکن برو، یا تو اونو کردیش رفته، خب اونم کرده رفته، یا حالا خوشش نیومده. اگه تو خوشش اومده باشه فقط به عنوان یه سکس پارتنر به تو نگاه کنه، میگه خیلی خب دفعه دیگه میام. بودن مثلا کسانی که با یه فاحشه یه ارتباط، اون طرف میگه آقا جان من ماهی یک بار میام. ولی یه زنی که همینطوری تو رفتی مثلا فرض کن باش یه ارتباط صرفا سکسی برقرار کردی، این برای تو به عنوان یه رهگذریه که میاد میره و دوستم نداره این فرد باش دوباره این فرد رو ببینه. اما اون کسی که بیزینسیه نه، فرق میکنه، طرف میره میگه آقا جان من 40 یورو 50 یورو نمیدم فلان قد میدم به تو هر ماه، هم مثلا نمیدم دو سه بار میام. این کسی که تو میخوای اگر برای تو پایدار باشه باید باش دوست بشی، باید باش رابطه. فقط این که بیا منو بکن یا من تو رو بکنم که نیستش که. ما بشین اول با هم دیگه ایزر بشین، چه کار هستی، چه جوری، فقط زندگی و دوتا آدمی که با هم ارتباط برقرار میکنن، زن و مرد، یا حالا مرد و زن، که فقط جنسی که نیستش که. مثلا با هم یاره مثلا یه موقع یه دفعه میشین یه چایی میخوریم با هم گپ میزنید، یه قدمی میزنید با هم دیگه، میرید باغ بونی میکنید، میرید مثلا فرض کنید شاپینگ، یا میرید مثلا اصلا میدوید، اصلا خیلی برنامه خوشتون میاد. حالا اینم یکیشم سکسه. ولی وقت اگر یه فرد رو به عنوان یه سوراخ ببینه، اونم تو رو فقط به عنوان یه فقط بکن ببینه، خب معلومه دیگه این ارتباط واقعی ایجاد نمیشه. نظرتون در مورد دروغ چیه؟ نظرتون در مورد دروغ چیه؟ آهان دروغ، دروغ دیگه نظرم چیه؟ اولا کسی نیستش که دروغ نگفته باشه، ولی خب دروغ کسی که، من یک کلیپ دارم در رابطه با تراپی دروغ. خب دروغ از ناامنی میاد. شما اصلی ترین بچه، مثلا بچه کوچیک، وقتی شما بچه رو میزنی میگی که کی اینجا جیش کرده، وقتی میدونه که الان یه کتک میخوره میگه پیشی، مثلا پیشی جیش کرد. خب یعنی از کجایی میاد دروغ؟ اصلی ترین مسئله که در علت دروغ هست ناامنی، و این ناامنی رو ما اگر از بین ببریم تو روابطمون، من خیلی از کسات اصلا دوستای من میان مرد و زن میبینن نیازی به دروغ نیست. طرف میخواد مثلا بگه من فلان گرایشو دارم، میگم خب مال خودت. طرف میخواد بگه من فلان کاری کردم، خب این اصلا تو فلان بیماری رو داری، اینا دلیل بر این نمیشه من فرد رو دنبال تو فلان بیماری، تو فلان شکل رو داری، تو فلان پول نداری، تو مجبور میشه که طرف متوسل بشه برای اینکه تو بین جامعه پذیرفته بشه، خودش رو همرنگ اونا بکنه، یک رول دیگه ای بازی کنه. اگر شما هر کس تو رابطه فضایی رو ایجاد بکنه که امن باشن اطرافیان، زمینه های دروغ گفتن از بین میره. خب پس من سوال آخرم بپرسم بچه ها رو بیاریم. و یک سوال آخر زیبا جان، من شبا قبل از اینکه بخوابم، برای اینکه مغزم آروم بشه و راحت یعنی خوابم بیاد، حتما باید خودارضایی کنم، و اگه یک شب خودارضایی نکنم خوابم نمیبره. به نظر شما نظر چیه؟ اوکیه بکنم نکنم؟ کلا نظر تو بگی. میکنی چه حسی بهت؟ احساس گناه بهت دست میده؟ من احساس گناه ندارم، فقط اینو صرفا برای خواب انجام میدم. وقتی که ارضا میشم آبم میاد. وقتی احساس گناه نداری بعد لذت هم میبری، خوبم میخوابی، خوب بکن، بس مشکلی نداره انجام بدم. مشکلی نداره دیگه، تو ببین بدن تو به خودت میگه که چی کار کن. الان داری این کارو میکنی که خوابت بگیره، خب بگیر بکن دیگه، خوبه وقتی که مشکلی نداری. از وجدانم که نداری، خب خوبه که مثلا چرا من خودارضایی کردم، آی اونو نه خودارضایی کردم، یه حسی بود، اومد انجامش دادم، الان تموم شد رفت. یکی از دوستان نوشتن خودارضایی یعنی چی؟ خب به نظر شما باید این سوال جواب بدیم؟ نه برو بهش بگو سرچ کن. بچه خب بچه ما الان میخوایم
یک چند تا بچه ها رو بیاریم، یه رو به آخرم سالای شما رو پین میکنیم، پس همراه ما باشید. با دوستانی که آماده بودن من میارمشون، امیر جان و شیوا جان رو میارم که بعد یه رو به آخرم سالای شما. سلام امیر جان، سلام شیوا جان، خیلی خوش اومدید. سلام شیوا جون. سلام آریان جون. خیلی خوش اومدید، بفرمایید اگه سلامی هست و سلام. سلام زیبا جون، شبتون بخیر. بفرمایید. من یکم الان سرما خوردم، بجام اینطور. خب چون شیوا جان بزرگترن، شیوا جون شما سوال اولتون رو بفرمایید. زیبا جون ببینید، من این سوال چند نفر این مشکل داشتم، من خودم هم یه کوچولو درگیرش بودم تو رابطه‌ای که داشتم. اینه که ببینید مثلا پسری که تو رابطه بودم یا مثلا دوستانی که چند نفر دیگه هم این مشکل داشتم، پسره تو رابطه دوست پسر دوست دختریش رو انجام میداده، بیرون میرفتن، مشکلی نداشته، هیچ چیزی نداشته، ولی مثلا پسره اسم این دختر خانوم رو توی گوشیش سیو نکرده بوده، مثلا اختصاری سیو کرده بوده یا مثلا ام نوشته بوده. این خیلی حس بدی داره. من میخوام ببینم چه برخوردی باید با همچین آدمی داشته باشه. در مورد خودت بود؟ این در مورد خودم هم بود، سالها بود. بله، من توی لایوتونم اومدم گفتم که بعد 15 سال از بویفرندم جدا شدم. آها، خب حالا الان، خب اون حالا اون ان نوشته، حالا هر چی تو رابطه واقعی با تو ازش لذت میبردی؟ ازش لذت میبردم بله، ولی واقعا گوشه ذهنم آزاردهنده بود این موضوع. خب ببین، باهاش حرف زده بودی؟ باهاش حرف زده بودم، زیر بار نمیرفت. خب نره دیگه. خب ببین، ما که نمیتونیم برای دیگران یه چیزی تعیین کنیم. تو میگه مثلا فرض کن که الان این فرد تو رو ایگنور میکرد دیگه، جلوی دیگران، جلوی فامیلاش یا جلوی نمیدونم کسای دیگه، این مشکل تو این بود که ایگنور بشی دیگه. دقیقا. خب تو خودت هم الان چرا تصویر نشون نمیدی؟ خب اونم تو هم یه جور مثل اون پس دوست پسرتی دیگه. من به آریان جونم گفتم اگر زیبا جون مشکل نداره من اینطوری میام بالا. نه میخوام اینو بگم، ببین هر کی بکاری درو میکنی، تو خودت اینجور مطمئن باش، تو هم خودت یه همچین چیزایی داری، تو میخوای برای تو اینجوری نباشه، ولی تو مثلا اون برای چی میگن، ولی تو اشکالی نداشته باشه که تو هم یه سری چیزا رو مخفی کنی. خب تو مخفی کردی، تو تصویرتو مخفی کردی، اونم اسمشو مخفی کرده. خب نه ببینید، من تو رابطه با اون این مخفی کاری ها رو نداشتم واقعا، یعنی حتی خانوادم میشناختنش، در رابطه بودن، اون خانوادم رو میدید، با هم دیگه بیرون میرفتیم، ولی در مورد اون من اینطوری بودم. خیلی خب، حالا تو یک چیز، اگر دوست پسرای زیادی داشته باشی مسئله حل میشه دیگه، یکی هم پیدا میکنی که تو رو اکسپت میکنه، تو بگو تو اشکال نداره، تو اینی، تو اون یکی هم افه، اون یکی هم نمیدونم چیه، اونم نمیدونم چیه، هر کدوم یه با اون نقطه اشتراکت برو جلو. وگرنه الان من هی بیام بگم شیوایی، شیوا چرا اینجوری میکنی، شیوا چرا. ببین من هستم، تو هستی. اگر از یه چیز تو خوشم نیومد، این مقدار یا میتونم تنظیم کنم رابطه، آقا من اوکی تو منو ایگنور میکنی اشکال نداره، منم یه دوست پسر دیگه که دارم به تو را نمیگم. یک به یک. امید جان شما بگم. ممنونم زیبا جان. من خواهش. سوال زیبا، من الان نزدیک 2 ساله سکس نداشتم، هیچ رابطه ای نداشتم و به پسرها خیلی بی اعتماد شدم و به هیچ کدومشونم اعتماد ندارم و دوست دارم مثلا وارد دیگه رابطه بشم و سکس هم داشته باشم، ولی خب کلا به خاطر اینکه به پسر اعتماد ندارم. و اعتماد بر چی میخوای؟ تو یکی میخوای بیای باش سکس بکنی، خب بکن سکس تو دیگه، اعتماد اینجا چه مفهومی داره؟ اعتماد که نه، واسه سکس نمیخوام، میگم کلا اعتمادمو از دست دادم که الان فقط چرا. ببین تو اعتمادو الان، ببین الان مثلا فرض کن من الان میخوام با یه کسی یه رابطه معامله داشته باشم، معامله کاری مالی داشته باشم. خب مثلا میگه که زیبا، یک خانم اومد گفت زیبا به من پول میدی،
بهت گفتم من به تو اعتماد ندارم، این پول من بر نمیگرده، به تو نمیدم. خب ولی الان همون خانم اگه بگه زیبا با هم دیگه بریم یه غذای خوبی بپز، میگم آره من به تو در این زمینه اعتماد دارم که یه غذای خیلی خوبی بپزی. پس اعتماد نسبیه. ببین تو الان بیا به کل، من به پسرها اعتماد ندارم چون جامعه شناسی به پسرها اعتماد ندارم. اولا که نگاه کن رابطت رو با یه کسی که قدم به قدمه، بگو در این زمینه به تو اعتماد ندارم، در این زمین، از اون زمینه ای که اعتماد داری شروع کن. هر کسی حتما یک زمینه ای داره که تو میتونی، مثلا طرف مثلا از نظر مالی ممکنه بهش اعتماد نداشته باشی، از نظر جنسی طرف مثلا به تو دروغ بگه، مثلا فرض کن هم با تو هست هم با یکی دیگه هم هست. باش بگو که از زمان من با تو اون اگه لذت بردی اون موقعی که هست، بگو خب تو آزادی منم آزادم. اعتماد نداشتی باش با کاندوم ارتباط برقرار کن، چون ممکنه بترسی دیگه. ولی این که من باید مثلا با چیز باشی حتما به من بگی که من با تو باید اعتماد، اعتماد چجوری جلب میشه؟ اعتماد تزریقی که نیستش که، در عمل جذب اعتماد ایجاد میشه. نه من مشکل الان مثلا بره با این نفر که سکس کنه اینو مشکل ندارم، خب فقط دوست دارم که به منم بگه، منم بدونم مثلا طرف با کی سکس میکنه. بالاخره این همه بیماری های جنسی وجود داره، آدم باید خب بدونه. اگه نگفت خب مشکلت اینه که نمیدونی که درست میگه یا نمیگه. نمیگم، میگه نه امیر من فقط با تو هستم. خب شک داشتی، خب کاندوم مصرف استفاده کن، بگو بهت شک دارم. آره اینم درسته. ببین اگرم شک دارم، نه من به تو شک دارم، با تو اصلا فقط چیزه رابطه سافت برقرار میکنم. درسته. نمیتونم شک کنم. من خودم یه دوست پسری داشتم، یه بار شک کردم بهش گفتم که شک به چی؟ نه به، گفتم با هر کی میخواد داشته باشه، شک به یه بیماری کردم. خب این مسئله که شک به پیدا میکنی به یه بیماری که داره، خب در اون رابطه خودت رو تنظیم کن. شک هم یه چیزیه که به وجود میاد تو درون آدم دیگه، هی با قسم و آیه و فلان اون که درست نمیشه که. بگو سوال چیه؟ درسته. ممنونم امیر جان. شیوا جان بفرمایید. زیبا جون یکی از دوستا پرسیده که سینگل هستش الان، دو تا کیس براش وجود داره، یکی پولدار و خوشگذرون و خوشگل و خوشتیپه، یکیش معمولیه ولی میتونه تو زمینه کاری سکوی موفقیتش باشه، نمیتونه هم دوتا رو انتخاب کنه که مثلا حالا از هر کدوم سود خودش رو ببره. عاقلانش اینه که کدوم رو انتخاب کنه؟ خب من کلن یه استوری دارم که اصلا انتخاب رو قبول ندارم. خب این هم آدم این میخواد. من کلن میگم که هر کسی، این فرد اگه صادق باشه میره میگه دوست عزیز من با تو هم میخوام باشم، با اون فرد هم میخوام باشم. خب اون طرف یا قبول میکنه یا نمیکنه، حقشه دیگه. حالا تو هم نگاه کن، نه من چیکار کنم، کدوم انتخاب کنم؟ مثلا من گفتم تو میری انتخاب میکنی، آخه مگه حرف مثلا مگه من میخوام با اون فرد ارتباط برقرار؟ به حس خودت نگاه کن، به مسئله نگاه کن. زیبا ناوک الان بیاد بگه آقا بیا برو با این ارتباط برقرار کن، خنده داره. خب روحیش این نیست که بخواد دوتاییشون رو مثلا کنارش باشه و واقعا هم نمیتونه تصمیم با هم آشنا کنه. این میخواد هم از آخور بخوره هم از چی میگن اینه، هم به کسی نگه. خب نمیشه که، دوتاشونو با هم آشنا کن، بهشونم بگو هم اینم بس. من چیکار کردم تو زندگی؟ من همین کارو کردم. ابتدا از ابتدا همشونو با هم آشنا میکردم. میگو این یکی میگو نه من قبول نمیکنم، گفتم یه باهاش آشنا شو اصلا ببین چقدر آدمه. اصلا بعضی اصلا با هم دیگه انقدر صمیمی میشدن از منم بیشتر با هم صمیمی‌تر میشدن. دقیقاً. خب نه این خود مخفی نگه داره، بعد اونم اون تو قبول کن. ولی خودش هم از این خانم هم یه سوال کن، آیا تو هم حاضری که اونای دیگه هم اینجوری باشن؟ یا اینکه شما ناف دنیایی؟ نمیشه که، هرچه بر خود میپسندی بر دیگران هم بپسند. بله ممنونم شیبا جان. امیر جان بفرمایید. یه لحظه اینکه خب بعضی ها دیدی مثلا هر چقدر بهشون میگی حرف درست رو قبول نمی کنن و همون کار رو ادامه میدن و
باعث میشن به بقیه به من آسیب برسونن، چیکار باید بکنیمشون؟ امیر اولم خب خیلی خوشگل شده نسبت به چیز خیلی، ولی علکی از خود سوال در نیار که سوال کرده باشی. نه من مثلا نه من علک سوال نمی کنم. ببین مثلا طرف میاد کامنت میذاره و این همه کامنت میاد واسط و واسه بقیه هم میپرسم، چون خودم زیاد مشکلی ندارم، از من خیلی این سوال رو میپرسن که چجوری با کامنت های بد یعنی اینقدر بی اهمیتی به نسبت بهشون. اینو میخوام چون خیلی ها بین از من میپرسن. خب بذارن اول حالا در مورد اولا که سوالت دو تا بخش داره، یک کار درست، اولا درست و غلط رو ما هر کس برای خودش یه درست و غلطی داره. اون چیزی که من درست میدونم ممکنه از نظر تو درست نباشه، درست. اون چیزی که تو درست می‌دونی، پس این ما نیاییم که به دیگران تحمیل کنیم این کارت درست نیست. خب این کارت از نظر من درست نیست، خب من خوشم نمیاد، تو میخوای ادامه بدی، خب من با تو خودم رو تنظیم میکنم، یا با تو ارتباطم رو قطع میکنم، یا با تو قطع که نمیکنم، ارتباطم رو یه مقدار تنظیم میکنم که حالا بستگی به موردش داره. خب یه در اون چیز کار میکنم. ولی در مورد حالا کامنت ها، کامنت های منفی، ببین ما هر کاری بکنیم این کامنت های منفی هستن، خب و نباید به این فرد بگیم کامنت ها. باید من تا حالا دیدی توی توی لایو هم بگم بچه ها کامنت منفی نذارید، کامنت منفی نذارید، امکان نداری همچین حرفی زده باشه. بودم هر کاری دوست دارید بکنید، اینقدر بذارید، اینقدر بذارید، حالا چی میخواد بگه؟ نه من کیرم تو دهنه، آی بودم پست کشه فلان، آی مادر فلان کردم، چیزی خود بذار، چیزای تکراری بذار، اینقدر بگه بگه بگه، خب تو نمیدن فلان کردم. این چیزایی که میگه شما بهلی اول سعی کن یواش یواش اینا رو پاک نکنی و جواب ندی بهشون، جواب ندی. وقتی جواب میدی بهشون عادی میشه برد، بعد از یه مدتی اصلا نمیبینیشون، باور میکنی که من خیلی از اینا رو نمیبینم. ببین من الان اونطوری هستم خب، و به نظرت اینا همش به خاطر این نیست که به ناموس و غیرت و اینا هنوز اعتقاد دارم و مثلا طرف میاد مینویسه اونجای مامانت میشینه مثلا یه متن بلند جواب میده، خب اونجای مامانش اصلا به خب من چه ربطی داره؟ یعنی مگه نه من یه بار من یکی همین چی یه چیزی نوشت، گفتم آقا پی وی اشتباه اومده، برو پی وی مامان. آره دقیقا. حالا در من چه، هر وقت با خود من کار داشتی بیا ببین. اصلا حالا این که الان اینا رو اصلا جوابم نمیدم، چون طرف فکر میکنه که با این تحقیق خوشبختانه مردم الان سر مادر و خواهر و فلان و اینجور چیزا دارن، به مرور زمان اولین دفعه ناراحتی داره. من آه. که مثلا سوالای اول مثلا اون منم همینطور بودم دیگه. ببین این مثال همیشه داشته باشید، یه بوکسور یا کسی که بوکسور میخواد بشه، وهله اول یه بوکسور که میخوره دو روز مریض میشه، درسته؟ ولی همون آدم میره چیکار میکنه؟ میگه بزنید 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 بزنید. بوکس چیه؟ همین بوکس ها، همین مثل کامنت هاست، کامنت های بعد از یه مدت تازه میگه که بیارید، تازه میگه قوی ترین کس بیاد، قوی ترین کس بیاد، خودش میگه بفرمایید بیاید. من در به همون آدمی که با یه بوکس مربیش مریض شده بود. پس این کار نیکو کردن از پر کردن. تو گروه ما الان بچه ها اصلا خندهشون میگیره برای یه سری کامنت هایی که اینجوری داده میشه، کامنت هایی که مثلا بیه چیزه ما، مگر اینکه خب آدم از طرفی که میشناسه. الان تو فرض کن با چیز دوستی، با آریان، بعد اون میاد یه چیز اون برای تو به عنوان یه دوست مطرحه، بعد میگی نظرت در این رابطه چیه فلان و صحبت میکنی. حالا اون ناراحتی ممکنه ارزش داشته باشه، اونم نه به خاطر اون کامنته، به خاطر خود دوستته. چیز امیر جان ممنون که اومدید، بچه ها میخوام بیام بالا، من بقیه دوستا رو بیارم. مرسی ازم فلان، بای بای با. فلان شیوا جان شما سوال آخرتون رو بپرسید.
زیبا جون ببینید، من اینم در این موضوع هم در مورد خودمه. من توی شروع رابطه خیلی عجولم اصلا، یعنی باعث میشه به هم بخوره رابطه. یعنی وقتی با یه نفر آشنا میشم خیلی سریع میخوام صمیمی بشم، از همه چیزای زندگیش سر در بیارم، اگه یه چیزی رو به من نگه زود بهم بر میخوره. با خودم، با این اخلاق خودم مشکل دارم، واقعا نمیدونم هم چجوری منیج کنم این داستانو. مورد الان با کدوم با همه روابطت اینجوری هستی؟ همه، آره، اگه هر با هر کسی بخوام وارد رابطه بشم این مشکل رو دارم و احساس برخورد میکنم دیگه، وقتی که به طرف نمیگه خب پس میزنه. خب دیگه تو هم یا کم کم یاد میگه یه بار پس بزنه. ببین یه کسی که ازت سوال میکنه و طرف نمیخواد جواب، تو سوال میکنی نمیخواد جواب بده، هی دیگه تو دوست نداره جواب بده، بگو اوکی. مثل این خب که مثلا یکی مثلا میگه که چای تو میری، یه مهمون میاد میگه که چای میخوری، اون میگه که نه نه چای بیا بخور، چرا آخه نمیخوری، باید بخوری، بیا بخوری. خوبه برای تو خود این اتفاق برای خودت بیفته؟ نه بله. خب دیگه اینجوری نه، شما اگر اینجوری میری تو نرف آدم، هر من خودم هم باشم دو یه نفر دو بار سه تکرار کنه میگم ببین تو زیاد حرف میزنی، اصالتا نداری، یه بار دو از دست بده. اون آدما ممکنه با تو رابطهشون رو قطع بکنن، ولی من نوعی به اون فرد میگم خب تو اگه میخوای رابطه تو حفظ کنی باید یاد بگیری. من نمیتونم بهت یاد بدم، خودت باید تو اون رابطه ها یاد بگیری. خب این این دوستمون سوال کنه. مرسی زیبا جان، مرسی. شیبا جان مرسی، قربونت که اومدی من این دوست دیگر رو بیارم. مرسی از شما، خدافظ زیبا جون، خدافظ آریان جون، خدافظ. خدا آرتا جان بفهم سوالتون رو بپرس. زیبا جون ببین، من در این رابطه من دوست دارم، مثلا من یه پسر کاملم، خب یه پسرم، ولی خب دوست دارم اینجوری بگردم، دوست دارم خوشگل باشم، فان باشم و خانواده و فامیل یا دوستا اینا برای من خیلی ارزش داره. خب ولی اینا مثلا من این حرکت رو میبینن منو مسخره میکنن یا میگن تو اینجوری، تو بدی، تو به درد نمیخوری، شبیه دخترایی. جواب به اینا چیه؟ مثلا من به اینا چی بگم؟ به نظر چی داری داشته باشم؟ خب بگو شبیه دخترم. آها. شبیه دخترای دیگه، میگه تو لیست دخترای، بگو آره دیگه، هی میخوای بگی من پسرم، حالا یکی به من الان بگه تو مرد، میگم باش بگه تو شبیه ایوا خواهری، بگو آره ایوا خواهرم، اسمم هر چی میخوای بذاری بذار، یکی بگه تو کونی هستی، بگو باشه مرسی ممنون متشکرم، خب وقتم از آشنایی باشه. ولی چی بس چی میخوای بکنی تو با اون آدم؟ خب مثلا حذفشون نکنم؟ نه ببین، تو این مثلا خانوادت میاد میگه که تو شبیه دخترای، بگو خب خب تو شبیه دختر هستم، خوشحالم که شبیه دختر هستم، من تو دختر ایرادی نمیبینم، میدونم که من یه پسرم و رفتارم به خاطر فان بودم یا دوستم خوشگل باشم. ولی یه سری از دوستان اینجوری میگم، به نظرت اینا رو حذف نکنم؟ که چی؟ نه ببین، اینا میگم بگو خب نظرت دیگه داشته باشه، اشکال نداره، بذار اون تو رو حذف کنه، بگو نظر تو دادی، تو شبیه مثلا، تو مثلا یکی الان به من میگه زیبا تو مثلا جنده ای، میگم باش، میگه یکی از من میگه تو کف داری، میگم باش، یه پیر فلانی، میگم اوکی نظرش. من بیشتر با اینا ببین، هر چقدر آدم به خودت ارزش قائل بشی و کارات مهمتر باشه، اینا پاسخ به اینا. الان تو فکر کن مثلا رئیس جمهورا میرن انقدر درباره شون حرفا میزنن، میرن برن ای فلانی به من این حرفا زده، فلانی اعتنا نمی کنه، چقدر قوی تر بشی، بالاتر بشی، دیگه باشو به نظر تو بگو دیگه باشو هستی. مگر اینکه مامان تو بیاد مثلا تعرض بدنی میخواد بکنه، آی تو این فکر نمی کنم، این کارو نمی کنم. نه نه اصلا نمیکنه. خب بذار بگم تو دختری، بگو مگه دخترها چه ایرادی داره، من خوشحالم از اینکه شبیه دخترم. یکی به من گفت تو کفدار پیری، گفتم من هم پیرم هم کفدارا رو دوست دارم. خب کفدار خودش یه دونه حیوان خیلی خوبیه، تو ما فکر میکنیم بده به عنوان فوش است، اینجوری بکنی دیگه بس. چیزی نداره که بگم من نمیدونم دماغت فلانه، بگو شما به دماغ من نگاه نکن، نهایت اینه دیگه. ولی این که باشون بگی چرا به من اینو میگی، چرا اینجوری، این بحثا با بیفایده است.
یاسر جان اگه سلامی هست بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید. خبر خوبی هست؟ سوال دارم میپرسم. میگم من خیلی عادت بدی گرفتم، دوست دارم مثلا با هر دختری مثلا یه هفته بیشتر دوست نباشم، به نظر شما چرا اینجوری شدم؟ خب یعنی یه هفته دوست هستی بعد مثلا سیر میشی؟ آره سیر میشم ازش دیگه، دوست دارم زیاد. خب دیگه این ببین حالا مشکلت الان چیه؟ اون دختره اذیت میشه، اون دخترم میره ده وقتی باش میاد خودش بدم میاد، خودش هم میگه باشه میره، اونم تو اونم میگه تو هم میری، بعد پیام میدن چرا این کارو میکنی بدم میاد. خب دوست دارم اصلا بیشتر همه رو از من خوشت نیامد برو. ببین این فرد الان دنبال دلیل نباش که وای من چرا اینجا، مثل اینکه شما الان امروز یه غذایی رو میخوری بعد دیگه نمیخوای بخوری. اگر همون فرد تو اعصابتون نره، اگه بگی که مثلا فرض کن فریبا نامی باش دوستی، بعد از یه مدت میگی که فریبا من از تو خسته شدم، خب میگه فاصله بگیر. من خودم یکی از دوست پسرای من، یکی از دوست پارتنرای من چند وقت پیش که همه هم چیز داشتن اومد گفتی با من میخوام ازت فاصله بگیر، حالا به چه دلیل دنبالی تو نمیگردم، فاصله میگیره. حالا ممکنه یه هفته دو هفته سه هفته بعد فاصله چیز بگیره، بعد میاد حل میشه دیگه. حالا دنبال دلیلش هستی که چی نباشی دوستش داشته باشی، اون آدم اگر با تو یه رویده خوبی داشته باشی فقط دنبال سکس نباشی، اون فردم تو رو اذیت نکنه، تو هم اذیت همدیگر رو، هی به همدیگه نگو تو دوست پسر منی هم، اون بگه تو هم دوست دختر منی. ببین الان کسی، من خودم شخصا حالا از خودم بگم ولی خیلی الان که فقط تو بگی تو برای من باش تا آخر عمرم با کسی حرف نزن، چرا با اون حرف زدی چیکار کردی، یه روزه ترک میکن، خوشحال باشی یه هفته ترکت کرده، ترک کرده چون بهت میگن بعضی حواس باز شدی چی؟ خب حواس باز بده، حواس 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 مگه بده؟ نه خیلی خوبه اتفاقا، حواس خیلی دوست دارم دیگه. تو وقتی ازش حواس لذت میبری اونم لذت میبره، برو صد تا بگی شاهان خودشون حواس بازای رئیس های حواس باز بودن، برو باش دیگه. اولا چرا حالا ما میخوایم بگیم حواس بده مثلا عشق خوبه؟ کلمه با کلمه میخوای بازی کنی؟ اگه با یکی رو واقعا دوست داشتی میمونی، مطمئن باش که همون حواس، کسی که باش حواس بود برای حواس رفتی، یا اگه ازش خیلی خوشت اومد خودت به خودت ولش نمیکنی. مطمئن. سلامی هست بفرمایید، سوالتون رو بپرسید. سلام دکتر زیبا، نامک عزیز و آریان جان و یاسر عزیز هستید. دکتر سوالی دارید بفرمایید. بله بسم الله الرحمن الرحیم و بین است. دکتر جان من چرا میخندید؟ هیچی بفرمایید. من 4 سال خوب با یه دختره بودم، خوب همه جوره با هم اوکی بود. بعد این 4 سال یه شکستش خوردم رفت. بعد دیگه هیچ دختری نیومد که مثلا دل منو بلرزون و یه رابطه جدی باش برقرار کنم. و دوست دارم دوباره اون عشق به وجود بیاد. چون وقتی آدم عاشق میشه و یه بودهی، یه چجوری براتون بگم، یه حس خیلی خاصی داره. خب من دوست دارم اون حس دوباره برگرده. خب من حرفاتو شنیدم، نمیخوام جواب بدم به تو جانم. بسمه چیز میست که گفتی و همونا تمام خط اوکی. چیزی هسته جان شما سوال دومتو بپرس. خب سوال دوم یعنی چی؟ نه دیگه شما وایستی دیگه، مگه نیومد اینجا وایستی؟ میتونی وایستی، مدیرم ایشونه، ولی من سوال شما رو نمیدونم. من نمیدونم، من میرم نه. اگر که جواب نمیدید که نه جواب نمیدم، به شما جواب نمیدم. مرسی، خواهش میکنم. یعنی ببخشید، ممنونی که اومدی. قربان شما، خواهش جان. باجاست یاسر جان بفرمایید. سوال نظر شما، باید یه پسر مثلا با دختر عشق حال کنه که عاشقش بشه؟ من دوست دارم یه بار عاشق بشم. تو حالا فعلا حواس بازی تو سیر
برو از سبر عباس باشم. تو میخوای یه کار بکنی به کسی امر و نهی نکن، به دخترایی که باش چیکار کردی فلان اینا بذار اونا هر جور که وقتی یک دختری ببینه که تو همون طور که اون هست تو رو اونو پذیرفتی و زمینه دروغ هم تو رابطت نیست، زمینه دروغ از اینه که تو میخوای کنترلش کنی کنترلش نمیکنی، میگه خب آقا جان تو دوست داری الان با من بیای میای، دوست نداری میری. به مرور زمان اون فردم با تو یه رابطه راحت و آزادی رو با تو شروع میکنه، برای همدیگه میمونید، دنبال عشق و نمیدونم لیل مجنون و فلان و مفاهیم هوس چی بود نمیدونم چی بود اینا رو بکن، برو تو زندگی واقعیت. هم الان با کی دوستی؟ چند نفر الان من با یه دختر تهران هستم کرش، سه تا دوستم میخوام برم فردا تهران. آه با سه نفر دوستی؟ آره طولایی آره با سه نفر رو زدم. خب اون سه نفر ولی به همشون گفتم میخوام بیام فقط خاطر تو گفتم به همشون. و یعنی سه نفر هم همدیگه رو میشناسن؟ نه اصلا نمیدونن. نمیدونن؟ خب پس تو عاشق بشو نیست، عاشق بشو آدم دروغگو عشقی که نمیفهمه. آره خیلی خب. بهم گفتن اینا چون میگن تو آدم تو اول عاشق خودت یا اول عاشق خودت باش و به خودت دروغ نگو. فکر نکن مثلا خیلی کار بزرگی کردی به سه تا ریل زدن فقط به خاطر تو میام، به اونم میگه فقط به خاطر تو میام، بعد میگه من چقدر خرشون کردم فلان اینا. نه تو خودتو خر میکن. دقیقا اینو بهم یه بار خیلی به تو ذوقم خورد این کارو کردم، ولی دوباره دارم این کارو میکنم. بیشتر دوست دارم مثلا با یکی ریل بزنم فقط با اون باشم. خب دیگه اگه از من میپرسی اینی که ستایی که داری الان به هم دیگه معرفی کن. آره دیگه به هم معرفی میکنم، اگه هر کنش بعدش اومد دیگه بیخیالش میشم. باری کرد قدم بعد. خب بری بریم سر سه چیز این پینا اون سوالای بعدی ببینیم چند دقیقه دیگه مونده. اوکی لایف 6 دقیقه مونده. یاسر جان ممنونم که اومدین، تشکر کنید برید پایین تا من بیاری بالا. بله یعنی میشه یکی رو بیاری بالا؟ کیه؟ میلاد فتی رو بیاری بالا. سوال دارن؟ آره سوال دارن. میلاد کامنت بذار بیا بالا، سوال داری یه دقیقه بیا بالا من میرم پایین. نفر آخر رو میاریم زیبا جان که بعد سوال شما رو پین کنیم. سوال دارن شما وقت نداریم ما. سوال اونم میدونیم یه میلا سوال کنه. خب باش آقا میلاد یه کامنت بذارید که شما نفر آخر هستین که باز ما میخواییم که سوالای بچه ها رو پین کنیم. آره ببینم تو رایی وته یا رفتیم یه قلب قرمز بذارید آقا میلاد. سوال بیاد بالا سوالای بچه ها رو پین کن فعلا ببینیم که بچه ها چه سوالایی. بچه ها سوالتون رو بنویسید این بله بچه ها سوالتون رو بنویسید تو کوشنه تا من براتون برای زیبا جان پین کنم. طولایی به میلاد اگه نمیاد بالا بگو نه که من برم پایین. آریا سوالشو بپرسه از خانم زیبا. بله اگه نمیاد که من حالا تو میخوای برو پایین دیگه سوال نداری با آریا من شما خودتون برید پایین. خب اوکی پس من سوال بچا پایین و علامت کوئسشنه سوالاتونو بنویسید تا من پین کنم. بفرمایید زیبا جون سال اول. آیا خود زایی ریزش مو میاره؟ نمیدونم در این رابطه من کار تحقیقاتی نکردم. سال بعدی ریزش بفرم اولی پرید چرا بعد از خود زایی عصبی میشی؟ من نمیدونم چرا عصبی. آها این احتمالا از روی چیز احساس گناهی که تو میکنی. به خودت بگو که خب خود ارضایی کردم، لذت بردم، خب خوبه، دو تا نفس عمیق بکش، هی به خودت سرزنش نکن که ای وای چرا من این کارو کردم. درست میشه، وگرنه چیزی نداره که عصبی بشه، دلیلی نداره که. اوکی سال بعدی از این میتونه بیاد که خودتو سرزنش بکنی.
زیبا تو چه گرایشی داری؟ من به اندازه تمام دنیا گرایش دارم، همه جور گرایشی در من هست، من همه جنس گرم، من جمع از دادم، هر چی که تو این جهان هست تو منم هست. بی احترامی نیست. سوالم جدیه. شاش چه مزهی داره؟ خب یه بار چیز کن، مزه کن دو سه قطره شو، نمیمیری که، متوجه میشه جواب صحبتو میگی. الان تو میگی که من چی هم نمیمیری، این همه آدم ها اصلا شاش خوردم، من خودم هم چند من خوردم دیگه، البته به طور روتین نمیخورم، ولی چند تقریبا چند قلوبی خوردم، مزهش هم مزه، مثل که الان تو بگی مزه شراب چیه، مزه چای چیه، ما چجوری، من نمیم چجوری تعریف کنم. یک چند قطره فردا بخور، هیچ مسئله ای نمیشه، هیچ مشکلی هم پیدا نمیکن. زیبا بچه کجای بچه از متولد تبریزه؟ دوست پسرم از عقب دوست داره، من دوست ندارم، چیکار کنم؟ به دوست پسرت بگو که خب بره با کسانی که از عقب دوست دارن سیکس کنه. بگو بیا پیش من. آره بیا، آره بهش به حتما، من اون کسایی که تو دوست نداری اون دوست داره، خب منم خودم یه دوست پسر من دوست داشت، نمیدونم گفت من دوستم از کون سیکس کنم، سیکس آنال رو دوست دارم، خودم این همه زنهایی که دوست دارم، خب برو پیششون، من که مخالفت نیستم که، من دوست ندارم. بچه هم که زقب دوست داره بیاد پیش من داره، این نخواهیم که متقاعد کنید که آخه اون دوست رو دوست بذار، بگو این همه آدم ها، برو بهش راحت بگو، به همین راحتی برو. بعد سوال بعدی، همین سوال آوردی، دوست پسرم از عقب دوست داره، من دوست ندارم دیگه. اون زیبا جان من یه خانه 34 ساله هستم، تو رابطه اصلا ارضا نمیشم، چند ساله میشه چیکار کنم؟ خب رابطه تو عوض کن دیگه، روابط تو عوض کن، حتما عاشق اون دوستت هم نیستی، البته اون رابطه تو عوض نکن، روابط دیگه تو اضافه چیز کن. بعدش هم که دنبال ارضا شدن نباش، بعضی وقتا همین سکسی که حتی ارتباط بدنی که برقرار میکنی، حتی آغوش، همون بوسیدن، حتی همون کنار هم دراز کشیدن از سطح خودش ارضاه، دنبال این نباش که چیزه اورگاسم برسی، هر چقدر بیشتر دنبال این باشید بدتر بدن شما مدافع میشون. و سوال بعد اینا تکرار میشه، اینجور ببرش دوباره. من یه همجنسگرا خیلی دوست دارم یکی رو عاشق خودم بکنم، چیکار کنم؟ بیا وهله اول عکس برای خودت بذار، عکس داری؟ عکس داری؟ اسمتو درست کن، بعد بیا لایف بذار، خیلی راحت بگو که بچه من همجنسگرا هستم، دوست دارم با کسی ارتباط برقرار کنم، 100 نفر میان سراغ. اوکی زیبا جان، لایو 20 ثانیه مونده، ممنونم که دعوتمو پذیرفتی، ممنونم که وقتتو گذاشتی، حرف آخرتون رو برای بچه‌ها بزنید. نه خوب بود، خیلی آرامش بود، خیلی خوب بود، بازم شاید در آینده اگه اینجور پیش بره سوالات بچه‌ها باشه من باز لایو میذارم، چون دفعه قبل بچه‌ها میگفتن، گفتم من که آزاد